بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل كم بين السحور وصلاة الفجر. نماز بامداد کتی سحری وقتش چقدر بود؟ باب درباره همین. سحری پیغمبر کی میکردن و نماز بامداد کی میخونن؟ وقتش چقدر؟ از اینه بینه. ما 3:30 دهانه میبندیم 4:30 قامت گسودیم ها؟ 1 ساعت تای. اکنی پیغمبر بینیم چی چقدر های؟ قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 ايه. زید ابن ثابت رضی الله عنه گفتند که تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سحری کردیم. این دلالت میکند که همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدم اونده سحری میکردم، همچون هم صحبتی به پیغمبر، همچون صحبتی پیغمبر به حریص بودم، همیشه میخواستم که همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشم. لیکن الله تعالی صحابه های من کرد که پیشی پیغمبران بسیار نشستن به فیده تعیمتم فانتشیرو، وقتی که پیشی پیغمبر خانش به نودو زیارت به امدیتون تعام گذاشون پیشتون به تعام خورده خیستون ها پیشش، شاید پیغمبر خیسته برا گفتن به شر میدارد. پیغمبران در کارشای دیگر عملهاشای عبادتشای مشغولیت به پیغمبری تمام امت یک دو کس به دوست نه فقط وای. بنابراین چی؟ شما پیشی بیانده بسیار نشین تان گفت. اگر بسیار شنات این ذالکم کان یؤذی النبی، این بسیار نشستنی شما در نزد پیغمبر پیغمبر اذیت میتیاد گفتن. این عالم ها میگن که شرحش به یعنی این چونین عالم های هم در نزدش بسیار نشستن نادرست است. مثلا خانش میرید وقتش میگیرید و یکی صحبتی دوری دراز میکنید و یا از درسش میمونونید، اونجا حاجت مسلمان ها هست. مثلا یک انسان بعد عصر وقت جدو کرده که کتاب میخونم و آمده بعد شام مردم برآمد میکنم گفته، بعد عصر میرید 1 ساعت گپی دنیای گفته میشنید، همه قدر آدم های حقش به زامن میشید، یا افطار کنام میکنید و میدارید وقتشه تا وقتی تارت و وعبی هم وقت نمیموند. این کانه اوزینه، این چیز پیغمبر اذیت میتید. یعنی مادامی که همراهی پیغمبر اگر صحابه ها سحری میکرده باشن، این هم همش زیر چارچوبه قرآن و سنت هم از این برآمدن زیاد نه. یعنی ممکن نه که پیغمبر وقتاشون زیاد گرد و اذیت دید. یک استاز ما نقل میکند که من میگد یک شب بعدی نماز خفتن آمده خواب رفته که من درس خوندم تا پگروز بامداده، بامداد که شد رفته بامداد جماعت که خوندم، بعدی بامداد خوندم مسجدند تا افتاب برآمده نشستم نماز زوهای خوانده آمدم که تکی در من یک آدم استاز. من میگد من مهمان از دیگر شهر، من زیارت شما آمدم، یک حاجت هم میگفت است. من نشفت خانه و درآوردم میگم قسم به نام آن اللهی که غیری و الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست، تا پیشین منکت شیش کیف حالکم ایش اخبارکم ایش لونکم چه خیر شما نظمی درست می زندگی نظمی کارا بابی ممخیفت شیش تا پیشین بود. یعنی مقصد این وقتی عالمای اصراف کردن به سبب می شد نادرست یه خیلی وقت گرفتم. اما استاد ما همیخیر نصیحت کرده بود که مافی مجامله روی خاطری نیست این مسئله بود. خفه شود گوید که میبخشید من وقتم نیست، مثلا چون که این وقت وقتی علمدار از پول و مال قیمت میستد. بنابراین برای اون چی های حقی مسلمان ها شاید همین وقت باید کتاب منویسد مردم براد مسلمان های این دنیا خونده اول فایده میبرد، گپ های دنیا عمل های بیفایده که وقتی گرفته نمیشد. لیکن صحابه ها میگن که تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما همراهی پیغمبر سحری کردیم، یعنی خانی پیغمبر با اونده همراهی پیغمبر سحری کرده میگفت. یعنی این دلالت به خاکساری پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه که با همراهی کمبغلا می نشستن، با همراهی یار و صحابگانشون می نشستن، خودشونو بالا نمی گرفتن صلوات الله و سلام علیه، لیکن آداب و احترام مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو چی اینها رعایت میکنه. پیغمبر دوستی مفته بی آدابی نمی کردن، در نزد پیغمبر مثلا یانباش نمی کردن یا پای دراز نمی کردن یا سخنهای بی فایده نمی گفتن. اگر سخن گونم اجازت کدی سخن می گفتن، این همش حقوق پیغمبر رعایه می کردن، چونکه الله تعالی اینه برای آنها آداب داده بود. خلاص می گفت که ما همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سحری کردیم. حضرت انس
پرسیدن زید ابن ثابت صحابی کلانسال همراهی پیغمبر چه تمام کرد؟ کم کان بین السحور و الصلاه، بین سحری تا و بین نماز بامداد چند قدر بود؟ قدرش چقدر بود؟ سحری کرده شده دهان بسته بعدی چقدر وقت نماز بامداد رو میخونده؟ چی گفتم؟ قدر و خمسین آیه، قدر 50 آیت گفتم. یعنی من زمانند ساعت نبود، مثلا که 10 منوت می نشستم 5 منوت می نشستم گفت ساعت نبود. چی گفتم؟ ساعت نبود، قدری 50 دقیقه گفتم. یک کلمه من تکرار میکنم که یعنی عصبی هوشی من برفتنش. کی می بیاد جای خالی می بود میشن یک دیگه که گل کلام نیست. حتی روزی جمعه پیامبر گفت چی گفتم؟ دو آدم یک دیگه که گپ زند جمعه ده امام موعظه کرسه گنده، سیوم آدم جیمشین گفتنش حرام. سیوم آدم همین دو کس به نگاه کرد جیمشین تان گفت حرام همین گپش. برای چی؟ برای اون که گپ زننده ها سه کس میشن. برای ما ببینیم حرمت احترام مسجد سخنی خدای سخنی پیامبر یا این سخنا واضحین گفتنش هوشی مو ویران میشه. بنابراین حضرت انس پرسیدن زید ابن ثابت که چقدر می نشست بین اذان و بین نماز چقدر وقت بود؟ گفتن که قدری 50 آیت. یعنی قدری تلاوت کردن 50 آیتی معتدل، 50 آیتهای دراز مانند یا ایها الذین آمنوا از همه آیتی درازترین سوره بقره یک رو است. این خیلی آیت نه 50 آیت، یا از همه آیت های کتا الحق و ملحق و مدراک و ملحق، این خیلی نه، آیت های معتدل، معتدل آیت ها 50 آیت. یعنی خودی سوره تبارک خواندگی به این وقت کتن بین سحری و بین نمازی با اونو. حالا امروز من از دیگر شهرها تلفن کرده پرستن که امام مسجد تلفن کرد که ادام های ما سحری کرده کمتر تا از آن خامیرم تا قامت گفته خوابش برده جماعت به نماز، به جای اینکه بامداد به جماعت زیاد شد جماعت کم شد، همه بر وقت‌تر بگیریم حق ما همین میگفته. البته حقش است. پیامبر بین سحری کرده شدنشان و بین نماز 50 آیه، یعنی مقدار یک دو ورق قرآن میخونید یک رو، یعنی تقریبا 5-10 دقیقه بود. بنابراین این برای وزنی نکردن برای جماعت. در زمانهای قدیم ساعت که نبود همین خیر وقت قدر و حلوبی مثلا ایبل مانندی وقتی جوشیدن شتور میفتم چقدر به همین کار میشهد گون؟ همین یک شتور جوشیدن وقتش رو میشهد میگفت. یعنی همین خیر چیزا که حساب میکنن وقت ساعت نبود، وقتی جوشیدن چی؟ شتور کردی. یا اینکه وقتی یک شتور رو کشتن کتی گفتن قصاب یک شتور چند دقیقه و کشته پوست و استخوان و گوشتاش جدا میکره گوشد انه همین قدر با میشم همین کارمو گفت. مثلا حضرت زید گفتم که با قدر 50 آیت گفتم، قدر گاو جوشی و شتور جوشی و شتور کشی نگفتن و قدر 50 آیت میستادیم. چوه؟ برای اون که وقت قرائت قرآن بود. رمضان هم مردم قرائت قرآن کتی آمیخته میشدن، وقتاشون همین چیز کتی میگذارانن، بنابراین عبادت کتی مثال آورد که قدر 50 آیت بین اذانی بامداد و بین قامت می استادیم. این تقریبا 10-15 دقیقه بعد قامت می گفتم.